شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6 بعد از ظهر و روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود که پاسخگوی پرسش‌های روانی، خانوادگی، کودکان و جوانان شماست. شب‌ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. سلام جناب دکتر. سلام، بفرمایید. ممنون که وقت گرانبهاتون رو در اختیار من گذاشتین. من یه مشورتی خدمتون داشتم راجع به پسرم که 24 سالش هست. شما چند تا فرزند دارید؟ من دو تا فرزند دارم، یه دختر که 21 سالش هست و پسرم 24 سالش هست. از کجا تلفن میکنین؟ از کالیفرنیا. چه مدلیست امریکا هستی؟ 10 سال میشه. و با همسرتون هر چهار با هم اومدید؟ بله، با هم و شما آیا کار میکنید، خانه دار هستید و یا همسرتون چی خوندن چی میکنید؟ من کار میکنم، من کلینیکال لبراتور ساینتیست هستم. همسرم هم پزشک بودن ایران، اینجا ایشون هم این مدرک رو گرفتن ولی هنوز کار نمیکنن، چون برای پزشکی براشون سخت بود اینجا کار کنن. این مدرک منو امتحان دادن ولی هنوز خب کار نمیکنن. بنابراین شما استخدامشون کردید دیگه برای کارهای خونه. امیدوارم خیلی کارفرمای خوبی باشید. میشه من بفرمایید هر دوی شما چند سالتونه؟ من 50 سالم هست، همسرم 60 سالشونه. خب به من بفرمایید چه خبر است در مورد پسر 24 سالتون؟ جناب دکتر، من از خیلی از شما تشکر میکنم. واقعا شما به من خیلی کمک کرده. این دوتا بچه رو، من که مامانشون هستم، زیاد ایرادی درشون نمیبینم. حالا اگه مثلا شما ببینی، شاید مثلا یه چیزای جزئی درشون ببینی، ولی واقعا بچه های خوبی شدن. من سیدی های شما رو گوش کردم و طبق فرمایش شما اینا رو بزرگ کردم، خیلی خوب هستن. ولی الان یه مشکلی که من با پسرم دارم اینه که ایشون الان سال دوم گرد سکول داره میره و با یه خانمی آشنا شده، یه دختر خانمی که تو کالج با هم آشنا شدن. یه 5-6 سال پیش که کالج میرفت، 18 سالش بود، از 18 سالگی با این هست و ما از همون اول اینو اصلا قبول نداشتیم. نه تحصیلاتش رو تونست تموم کنه و نه اینکه از لحاظ آداب اجتماعی، از لحاظ حتی کوچیکترین جزئیات. من 3-4 بار ایشون رو ملاقات کردم، کوچیکترین یعنی آداب اجتماعی رو من درش نمیدم. اصلا سوشال نیست، با کسی صحبت نمیکنه. مثلا میاد تو جشن تولد اینا، بعد خدافظی نمیکنه میره. یعنی من اصلا، ما از این دختر، نه من نه همسرم و نه خواهرش خوشمون نمیاد. اولا ایرانیست یا غیر ایرانی نسب کنی؟ نه ایشون غیر ایرانی هست. کجایی؟ مکزیک. خب اون وقت پدر مادرش هم اینجا هستن؟ پدر مادرش اینجا هستن، جدا شدن، مامانش مجددن ازدواج کرده، یه سری خواهر برادر ناتنی هم اینجوری داره. اون وقت از در درس تا کجا آمده؟ نخونده، همون دراپ آف کرده تو کالج. بابا چی کار میکنه؟ جوری زندگی کار میکنه؟ تو بانک کار میکنه. خب اگر به پسرتون تمام این مطالبی که شما به من گفتید رو بگید و بگید که
ما هم از نظر فرهنگی متفاوتیم، از نظر مذهبی متفاوتیم، هم از نظر اجتماعی. بعدم به هر حال یه گروه هایی در برخی از نقاط یه ویژگی هایی دارن، مثلا کسانی که از مکزیک میان اونقدر علاقه به درس و تحصیل در مقام مقایسه با ما ایرانیان ندارن. اینم که حالا با اون کل کاری ندارم، اینم که نداره تو خانواده ای هم که فکر کنی از یه ثبات و قراری برخوردار بودن این گونه که شما خبر دارید تو میگید نیست. این رو برای چی انتخاب کردی و این چنین جدی نسبت به او هستی؟ پاسخش به شما چیه؟ من اولا که جناب دکتر این چند سال که اصلا با ما صحبت نمی کرد، یه چند وقت پیش باباش خیلی ناراحت بود و اینا، گفت که این چون که اومد یه عکس گذاشت تو گروه خانوادگی ما، چهار نفره یه گروه داریم، تکست مسیج داریم، بعد پدرش گفتش که هیچ وقت از این عکس‌ها تو گروه ما نذار، من نمیخوام این عکس‌ها رو ببینم. و بعد دیگه باهاش صحبت کردیم و اینا که تو هدفت از این ریلیشنشیپ چیه؟ دوستین با هم که الان 6 ساله با ما هیچ حرفی نزدیم، ما نمیدیم هدفت چیه. آخر دیگه با ما یه مقدار خیلی کمی صحبت کرد و یه چند وقتش به ما گفتش که من میخوام که شما اینو یه بار دعوت کنین یا اینکه بیرون بیاین باهاش صحبت کنین. من اهمیتی نمیدم به این چیزایی که برای شما مهمه، که این چیزایی که میگین چیزای بی اهمیته، من اهمیتی به این مسائل نمیدم، ولی من میخوام که شما بیان یه بار با این ملاقات کنیم، من ببینم که این چجوری به شما بی احترامی کردش. اون اصلا از شما میترسه و چون شما دوستش ندارین اصلا میترسه با شما حرف بزنه، به ما اینجوری میگه. خب دختر خانمی که در امریکا زندگی میکنه چند سالشه فرمودی؟ بودن 24 سالشه؟ یک سال از پسر من بزرگتره. اوکی. 24-5 سالشه. بعدن میترسه از اینکه با خانواده پسری که چند سال از حرف بزنی، چون میترسم که چی مثلا بخورنم، شلاقم بزنن، کتکم بزنن، از چی میترسه؟ حالا اون که به کنار، ولی بعدا حالا پک بایین پسرتون بر اثر دیدن مثلا شما چه چیزی در مورد این دختر خانم کشف میکنید؟ به من میگه که جناب دکتر، به من چند روز پیش صحبت کرد، الان پدرش اینجا نیست، رفته ایران کار داشته، بعد به من گفت که مامان شما تو میدونه باباش خیلی یعنی اصلا حاضر نیست ببینه، گفت بابا منطقی نیست، اما شما بیا اینو ببین، من میخوام ببینم که باید برم اون طرف یا بمونم طرف شما. مثلا نه آخه نه عزیزم نه بذار بارد بحث دیگه اینش بونو. من آخه به پسر شما چه تصوری داره که مادرش بعد از دیدن 5 ساعت 10 ساعت این دختر خانم بتونه نظری درباره خوب و مناسب بودن این دختر و بدنی که شما به هم میخورید تو به درد هم میخورید بده؟ یعنی مثل از که اون اصلا نمیخواد که من نظر بدم، اون میگه که تازه همین خودمونی که با هم صحبت میکنیم میگه که من نظر خودم مهمه، نظر کسی برای من مهم نیست، من فقط میخوام شما میگین که بیادبه، میخوام ببینم که من باید تصمیم بگیرم اینجا، من جاج بشم تصمیم بگیرم که چه بیادبی میکنه. آخه پسر شما یا مسخره بازی داره ورده. اگر من آدم بیادبی هستم، اصلا ادب بیادب بودن که برای من مسئله نیست، روش و منش او در ارتباط با شما با یه دختر ایرانی یا یه امریکایی میتونه متفاوت باشه، با دیگران متفاوت باشه. حرف شما اینه برای بیادبی. خب معلومه منم اگر بدترین دهنم داشته باشم میتونم 5 ساعت با شما باشم خیلی خوب و مؤدب حرف بزنم، ولی چیزی معلوم نمیشه. من حرفم یه چیز دیگه است. پسر شما میخواد چیو برای شما روشن کنه یا برای خودش یا ثابت کنه یا رد کنه؟ آخه پرت و پلاها چیه؟ حرف این است که عزیز من، ما ایرانی هستیم، اون نیست، ما یه دینی داریم، اون یه دین دیگه داره. او از یه سابقه فرهنگی میاد با یه خانواده که میشناسیم، درس و کاری هم که اونقدر نخونده. خب ما این رو مناسب نمیبینیم، ما اصلا با خودش کاری نداریم. اصلا هر دختر خانومی که این ویژگی ها داشت باشه، تفاوت فرهنگی، تفاوت مذهبی، تفاوت زبان، سابقه خانوادگی، اینا چیزی نیست که ما رو بخوایم. ما ازدواج میان دو تا آدم شبیه و ماننده، ازدواج میان دو تا آدمی است که 70-80% موارد به خاطر تعلقشون به یه فرهنگ، به یه جامعه، به یه سابقه، به یه خانواده نزدیک با هم بحث نمی کنن. شما با درباره همه چیز بحث کنید، اختلاف نظرتون
به نوعی حل کنید. خب اینا به جایی نمیرسه، بعد آمارا رو نگاه میکنید. روزی که شما با یکی که خارج از مذهبتونه، خارج از فرهنگتون ازدواج میکنید، میزان جنگ و جدایی و طلاق خیلی خیلی همه جای دنیا بیشتر میشه. برای که دو تا آدم شبیه و مانندن، دو تا ایرانی است که میتونه سر 100 دفعه غذا خوردن توافق کنن چی بخورن. ولی اگر یکی چینیه، یکی نمیدونم ژاپنیه، که اینا به این راحتی ها به توافق سر غذا نمیرسن. حتی مسئله به این سادگی که اصلا به خوب و بد و درست و غلط کاری نداره. ولی من حرفم این است که پسر شما چرا این بازی رو در میاره؟ چی داره میخونه پسرتون؟ اگر فرمودید من یادم رفت. پسر من پزشکی میخونه جناب دکتر، میره سال دوم پزشکی. یعنی اصلا وارد مدیکال اسکول شده؟ در خود لس آنجلس هم هست یا یه جای دیگه هست؟ نه، سنت لوئیس هست. اوکی، ولی شما که اونجا نیستی، شما یه جای اون دختر خانم کجا هست؟ دختر خانم کالیفرنیا. خب الان یعنی پسر شما اونجاست، این اینجاست، با هم همچنان از راه دور رابطه دارند؟ بله، اون میاد این میره. الان مثلا اومده برای ترم تابستونی با هم دیگه یه هفته رفتن مسافرت کاستاریکا، رفتن با هم یه هفته. همین قبل اینکه بره کاستاریکا به من گفت که ماما ما رو میرسونی فرودگاه؟ گفتم نه، من شما رو میرسونم فرودگاه، ولی ایشون هستم، من نمیخوام ایشون رو ببینم هیچ وقت. به من بگید که این دختر خانم شما اصلا دیدید یا ندیدید؟ بله من دیدمش. همون خب از نظر ظاهر رو زیبایی و اندام و اینا چطوره؟ نه چاقه، اندامش اصلا خوبه. نه چاقه نگید. نه من فقط نظر نهایی تو خواستم، چون اون درست نیست که چاقه لاغره ممکنه یه در اذیت کنه. من نظر شما رو، نمره‌ای که شما بهش میدید از نظر ظاهر و زیبایی و اندام، شما یه چیزی میبینید که پسرتون رو محو خودش کرده، دیگران هم همین تصوری دارن، اینکه مثل خیلی ها خبری نیست یا مثل من زشته. اونو بفرمایید. اصلا خبری نیست جناب اصلا. آه، یعنی من نمره یک بهش میدم اصلا. خب بس بنابراین پسر شما چرا ضربه مغزی خورده عزیز؟ همینو من میگم. من داشتم با خواهرش دیروز صحبت میکنم، گفتم نمیدونم، حالا من اعتقادی ندارم ولی جادو شده، جنبلش کرده. نه هیچ کدوم، نه جادو جنبل نشده. جوانای ما برخی از اوقات به هر حال از یه بچگی میمونن، یه دم به یه کسی قلاب میشن، گره میخورن. حالا فکر کنید چه چیزی در این دختر یا چه چیزی به عنوان کمبود در پسر شما، در حدی که شما میدونید، انتظار یه جواب تخصصی حرفه‌ای ندارم، هست که این دوتا رو به هم تو این همه مدت کنار هم نگه داشته؟ جناب دکتر من فکر کنم یکی همین مسائل جنسی و اینا باشه. اینی که من فکر میکنم، من زیاد اکسپرت نیستم ولی اینجوری فکر میکنم. و یکی هم این که پسر من باز احساس میکنم یه آدم عاطفی و دلسوزه. حالا شاید مثلا این یه جوری یه چیزایی گفته این دلسوز. آره دیگه، مثلا گفته تو من راه کنی من تا آخر عمرم بدبخت میشه، اصلا خودم آره. میکشم، مردم. نه این موقع بازی ها رو میدونم و بعض خودم واقعیت داره، چون میدونید برخی از اوقات پسرها و دخترای ایرانی به دلیل ویژگی هایی که دارند و توانایی هاشون خب برای آدم های دیگه جالب و جاذب هستن و اونا نمیخوان راهاشون کنن. اینا هم که برخی از اوقات فکر میکنن متاسفانه نجات دهنده هستند و باید برن کسی رو کمک کنند. و من همیشه عرض کردم هر کاری برای هر آدمی هر وقت میتونید انجام بدید، ولی زن و شوهرش نشید، اون قصه دیگری است. میخواید پولتون رو بدید، خونتون رو بدید، هر چی دارید بدید، بده. اصلا من اهمیتی به اون نمیدم، فکر کنید درسته این کارو بکنید، ولی به خاطر اون که آدم ازدواج نمیکنه. ولی اینکه شما اونا رو ببینید به نتیجه میرسه نیست. حالا اگر به پسرتون بگید که به ما بگو چی تو این دختر تو میبینی، آیا هیچ وقت برای شما توضیح داده من در این دختر چی میبینم، چه جنبه‌های مثبت و خوبی داره؟ اگه داره ما بریم پیام‌ها رو بشنویم برگردیم، اگر نه که هیچ. یعنی واقعا شما میدونید مثلا پسرتون میگه این 5 تا چیز خوب رو من در این دختر میبینم، یا به نظر من به این دلایل خوبه، یا مطالبی که شما حالا جهت تفاوت فرهنگی و مسائل رفتاری و اینا میگید اصلا قبول داره یا نداره؟ آیا پسرتون رو یادایی میبینید که واقع بین و عاقله، یا اینکه نه لجبازه و حرف خودش هست و به چیز دیگه هم اهمیت نمیده؟ بذارید پیام‌ها رو بشنویم برگردیم، به من بگید پسرتون رو چگونه میبینید، یا خواهرش نظرش راجع به این دختر و یا پسرتون چیه. با هم جناب دکتر فرمودید که من بگم که آیا از نظر من پسرم عاقله یا نه.
ببین از نظر من تو این مرحله این مسئله اصلا عاقل نیست، ولی تو بقیه کاراش من دیدم خیلی، یعنی هیچ چیز نیست که من بگم یه کار رو اشتباه انجام بده، همه چیزش درسته، فینانشالی، تحصیلی، همه کارش رو درست انجام میده، ورزش هم میکنه، فوتبال میکنه. فقط تو این مسئله من نمیدونم چی شده که اصلا انگار مغزش کار نمیکنه. آره یه سوال، آیا در تمام مدت با هیچ دختر دیگه که پسرتون نبوده بوده؟ نه. یا اگر بهش پیشنهادی بشه یا یه جایی کسی رو ببینه تعقیب نمیکنه؟ این فرضش بر اینه که من به این آدم متعهدم و کنارش هستم، درسته؟ بله بله همینطور. آیا فکر کنید اون دختر خانمم یه همچی پیامی رو میده یا چنین گونه رفتاری داره؟ نمیدونم، من فقط کلن 4-5 بار این خانم رو دیدم، مثلا سالی یه بار اون اوایل، الان هم دیگه 2 ساله ندیدمش. آخ با توجه به تیپ رفتاری شما درباره ادبش و اینا بحث من نیست، به نظرتون یه دختر به نوعی آرام قابل پذیرشی بود یا برخوردش، رفتارش، حالاتش نامناسب بود؟ اگرم نامناسب بود تو چه زمینه ای؟ ببینید جناب دکتر، اصلا هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کرد. من حتی دفعه اول که ایشونو دیدم تولد پسرم بود 18 سالگی، تو بیچ گرفتیم، بعد من اومدم، خب من خیلی مثلا اومدم شروع کنم باش نایس باشم، ویلکامینگ باشم، صحبت کردم، اصلا هیچ چی با من جواب نمیداد، اصلا حرف نمیزد، یا مثلا یه چیزی رو کانورسیشن رو شروع کنه با من، من باش شروع کردم ولی اون اصلا ادامه نمیداد، هیچ ارتباطی. یاد سالای بعد، 2 سال بعد که باز ما دعوتش کردیم، همینجور اومد تو تولد، اولا که اصلا سلام علیک نکرد، من حال احوال کم گفتم مثلا چطوری، و بعدم که آخر سرم گذاشت رفت اصلا بدون که خداحافظی کنه. خب اون وقت دخترتون تونست با اون یه رابطه برقرار کنی یا اونم نتونست؟ نه دخترم هم نتونست، اتفاقا الانم کنار من نشسته، من ازش بازم پرسیدم، گفت اگه آقای دکتر دوست داشته باشم من توضیح میتونم توضیح نه من حالا اونش اونقدر به من بگید که خب اون وقت اگر به پسرتون بگید بابا جان این آدم که با ما اصلا رابطه برقرار نمیکنه، یا آدمی است یا تو خودشه یا استراب و نگرانی داره یا آدم افسرده و گوشه نشینی هست، آیا این حرف رو به سرتون زدید ببینید که اون جوابش چیه؟ اصلا آقای دکتر انگار گوش نمیده، انگار گوشش بسته، میگه من به این کارا اصلا کاری ندارم. به چی چیز کار داره؟ من پسرتونم دارم، میگم بیاین اینو یه جلسه میت کنید. خب ببینید من هیچ دلیل ندارم، ولی حرف شما این است که اول یه دور سوال ما رو جواب بدید با کم میایم میت میکنیم ایشون این بزرگوار رو، ولی ما این برخورد که داشتیم حرف نزده، صحبتی نکرده، با من حرفی نزده، با خواهر حرفی نزده، پاسخ پسرتون. آخه ببینید عزیز، میگه اون موقع رو بریز بیرون، الان از حالا شروع کن. یعنی هیچی همجوری ملق میزنه؟ آخه عزیزم پسر شما پس میخواد پرت و پلا میگه، خب چیکارش دارید؟ بله پرت و پلا میگه، درست میفرمایید جناب، کاملا درست متوجه شد. خب الان نظر دخترتون هم همینه که به هر حال اون به نظر نمیرسه که با هم، ولی حالا فکر کنید چرا پسرتون به یه همچی کسی این گونه چسبیده تو این همه مدت؟ جناب دکتر من فکر میکنم به خاطر اینکه این ایراد و پسر من داره، یکم ایگوش بالاست، من فکر کنم برای اینکه حالا خودمونی و عامیانه بگم، فکر کنم شاید مثلا اینو فکر میکنه که مثلا هرچی این بگه میگه چشم، برای همین اینو انتخاب کرد. چون یه بار تو حرفاش به من گفت میدونی دوتا دکتر اگه با هم ازدواج کنن معمولا به طلاق منتهی میشه. من گفتم خب نه، خب پسر شما از اونیست که از همسطح خودش یا دختری که بهتره یه بران احساس خوبی نمی کنه، شاید هم به خاطر اون ارتباطیست که به نوعی شاید بشه گفت با خواهرش داره. ولی ببینید عزیز، حالا درست حرفی که دو پسرتون میزنه، مطالعات نشون میده بهترین نوع ازدواجی که تداوم پیدا میکنه مال دو تا آدمی است که رشته تحصیلیشون یکیه، شغلشون یکی، ولی با هم کار نمیکنه، با هم قرار نیست کار بکنه. ولی ببینید اصلا درست عکس حرفی است که میزنه. خب دلش خواهد بعد پس بنابراین بهش برگردید بگید که پسرم، پس برخی از آدم ها مثل بزرگی و بزرگواری تو دنبال زن نمیگردن، دنبال کلفت میگردن. خب مبارک باشه. ببینید این وضعیت رو من در خصوص خانم هم دارم، برخی از اوقات اصلا خانم هایی هستن که ابدا به دنبال شوهر نیستن، به دنبال نوکرن،
و بنابراین اون یه کسی که حالا به هر دلیلی بازی در میاره یا واقعا تیپ روانش نمیش جذب میشه، بعدم حوصله در سر ندارن دیگه. بعدم تیپ روانی طلبکار و بدهکار رو میشناسیم که چگونه عمل میکنن، به همین جاست که به این سادگی ها نیست. ولی این که بذار باز اینو بگم، فرض این که بیاد اون رو ببینید بسیار خوب، بعد بهش که پسرم ممکنه اولا از قبل بگو که ما خب چه نتیجه ای میگیریم، اگه به اونم کاری نداره خب خوب برید بشینید شما و همسرتون و دخترتون برید یه جلسه بشینید یه جا توی رستوران ببینید که اون چه میکنه، نه اینکه بعدن حرفی برای پسرتون دارید، چون پسرتون میتونه سکوتش رو باز با ماجرای اینکه شما چنین کردید یا حرف زدنش رو اینگونه تلقی کنه. ولی برای من مهمه که پسرتون راجع به این دختر چی میگه، یعنی سه تا چهار تا جنبه مثبت و خوب و سازندش چیه. و بعدم خب بسیاری از اوقات میدونید بچه ها، من تو سیدی چرا ازدواج چرا طلاق آوردم مثلا شاید 15 تا دلیل برای اینکه آدم ها در ازدواج اشتباه میکنه، یکی از اونها اصلا بعد خود لجبازیه، فقط قصد انتقامه. خیلی از اوقات اصلا من به دنبال همسر نیستم، من به دنبال یا سرورم یا کلفت و نوکرم، یعنی ذهنیتی که حاکمه چنینه، یا اصلا دلم میخواد این قسمت مثلا فقط من با 20% وجودم تو زندگی زناشویم هستم، 80% مال خودم است و جداست و به شغل و کار و بقیه چیزا مرتبطه. در حالی که ما در دنیایی هستیم که اگر تعهد و ارتباط ما 100% نباشه گرفتار میشیم. خیلی از اوقات واقعا افراد در ازدواجشون فقط به دنبال مثل کسی که احتیاج به خونه داره یا غذا داره یا لباس داره، این رو به عنوان همه چیز زندگی نمیدونه. ولی در دنیا امروز اگر یک کسی همسر شما همراه شما نباشه، همونطور گفتم مثل دوتا بال یک پرنده نباشه که باید شبیه و مانند و اندازه هم باشن، مثل دوتا چرخ یک سمت اتومبیل با دو چرخ سمت دیگر اتومبیل نباشه که هم اندازه شکی باشه هم سرعت شکی باشه، همیشه گیر و گرفتاری است. به همجاست که آمارا براحتی نشون میده که تفاوت فرهنگی، مذهبی، خانوادگی کاملا عامل بسیار ویرانگری در ایجاد ارتباط هستن، و تازه نه تنها میان خودشون بعدن میان فامیل و از اون گذشته بعدن در جهت پرورش و تعلیم تربیت کودکانشون. به هر حال اونا رو میدونیم عزیز، ولی من فکر کنم شما هم به صرف اینکه اگر او را ببینیم مهر تاییدی بر این رابطه گذاشتیم بهش نگاه نکنید، و خیلی از اوقات هم شاید اصلا صلاح باشه که به رو خودتون نیارید، اهمیت ندید، چون شاید با گذشت زمان اصلا موضوع چیز دیگری بشه. ضمن من نمیدونم این دختر خانم چند روزه متعهد و به اصطلاح کامیتد هست به پسرتون، حالا که از هم دور هستند و اون اینجاست، واقعا چه میکنه و چه نمیکنه. خب اینا هم یه مسئله هست که مطرحه. حالا برای یه دختر ایرانی یا یه پسر ایرانی برخی از اوقات این تعهد معنی داره، اما برخی از مردمان برخی از کشورها که به این تعهدات اهمیت نمیدن، یعنی تا زمانی که یک کسی دوربرشونه هستن، اون که حالا نبود، حتی اگر تعلق خاطری هم بهش دارن، خودشون در جهت ایجاد ارتباط با دیگران تا حدودی آزاد و رها میبینن. اینه که به هر حال ببینید چه میکنید، ولی اگر حرف و مطلب دیگری بود، اگر یه موقع پسر تو رحمت خواست با من صحبت کنه بسیار خوشحال خواهم شد. اگر هم ترجیحش اینه که به زبان انگلیسی صحبت کنه، میتونه با فرید که فردا 4 تا 6 برنامه داره، روزای جمعه داره، دوشنبه 8 تا 9، میتونه تلفن کنه و یعنی به همین تلفن صحبت کنه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، امیدوارم هر چی قبل اینکه شما تشریف ببرین یه چیز مسئله ببینه. ایشون وقتی میره به من گفته که شما که اینقدر آقای دکتر قبول داری باشون تماس بگیر ببین آقای دکتر چی میگن، اون وقت من گوش میدم حرفاشونو. همین حرفا رو بذارید برای خودش دلش خواست. فارسیش چطوره پسرتون؟ فارسیش خیلی خوبه. خیلی خوب، از همون از همونجا میتونه تلفن کنه. من دوشنبه هستم، سه شنبه و چهارشنبه، پنج شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6، جمعه هم 10 تا، هفته 16 ساعت حداقل رو خط رادیو هستم، هر وقت دلش خواست میتونه صحبت کنه. حالا نظر جناب عالی چیه؟ من واقعا احساس بسیار بدی دارم، اصلا
احساس خوبی ندارم که بخوام این خانم رو ببینم. یعنی نه من با دیدنش مسئله ندارم، ولی مشروط بر این که بگه در یک کلیاتی شما با هم توافق کنی. یعنی فرض کنید پسرتون اولا حتی توضیح بده چی میخواد نشون بده، چی میخواد اثبات کنه. مسئله ادب و بی‌ادبی که اصلا معنی نداره. اون تفاوت فرض کنید رفتاری اگر ژاپنی بود 4 دفعه هم دولا میشد که شما چون دولا و راست نمیشید به نظر اونا ممکنه بی‌ادب بیاد. نه اونو مسئله من نیست، موضوع بیش از اینه. نه شما حالا بذارید اگر پسرتون علاقمنده اولا این گفتگوی منو میتونید بهش بگید، میتونید بره روی اپ رادیو همراه از فردا تو تلفن هست به راحتی میتونه بشنوه. خودش هم دلش خواست میتونه بیاد با هم صحبت کنیم. اگر هم دلش خواست میتونه با فرید صحبت کنیم، ولی برای خوشحال خواهم شد و امیدوارم هرچی خیر و سرش جناب دکتر فرید چه ساعتی هستن فردا؟ من فرید فردا فرید جمعه ها 4 تا 6 بعد از ظهر همین شماره تلفن، برای که من بعد از ظهر جمعه فرید روزای جمعه 4 تا 6 و روزای دوشنبه 8 تا 9 شب، برای همین شما تلفن هستی در خدمتتونه به زبان انگلیسی، چون باید برنامه‌اش به زبان انگلیسی باشه. منم اونطور که باید برنامه‌ام به زبان فارسی باشه، برای که شنونده‌های ما فارسی زبانند و یه دفعه به زبان دیگری نمیشه صحبت کرد. همونطور که چون از قبل قرار هست فرید برنامه‌اش 4 تا 6 به زبان انگلیسی. ممنونم جناب دکتر از وقتی که گذاشتین. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. درود بر شما جناب دکتر. درود بر شما، بفرمایید. از قبل از هر چیزی من رو خدمتتون عرض کنم، من این سعادت رو داشتم 2 مرتبه یا 3 مرتبه با شما صحبت کردم و درسته. این دفعه حقیقتا تماس گرفتم در مورد یه موضوعی به حالا این چند وقتی که دارم بهش فکر میکنم و اونم مهاجرت هست که میخوام از آمریکا به ایران داشته باشم و اینو با شما جان خواهش کنم اطلاعاتی هست لطفا به من بدید، من در خدمتتونم. بفرمایید. الو. بفرمایید، در خدمتتونم. بفرمایید. حقیقتا من توی رابطه بودم که 18 سالم اون رابطه بود، این دو تا بچه دارم الان 10 سالشون پسرم. نه اول سن خودتون رو بگید عزیز. من 39 سالم هست جناب دکتر. خب بچه ها چند سالن؟ بچه هم پسرم 10 سالشه و دخترم 8 سالشه. اونم با مادرشون زندگی میکنن و هفته ای تقریبا 2 روز میان پیش من توی خونه من و بقیه تایمشو با مادرشون هستن. همسر صبر کنید همسر سابقتون چند سالشونه؟ ایشون هم 2 سال از من کوچکتر بودن و الان 37 سالشون. خب به من بفرمایید چه مدتی است امریکا هستید؟ ما 2010 تقریبا 14 سال اینجا هستم و با همسرمونم اومدیم، دوتایی با هم اومدیم و بعد از 3-4 سالش 2 تا بچه خواستیم که 2 تاشون آوردیم و همینجور دیگه، ولی خب 3 سال هم هست الان جدا شدیم از هم دیگه. خب به من بفرمایید که هر دو چی خوندید چی میکنید؟ من خودم مدیریت بازرگان خوندم دانشگاه آزاد تهران و ایشون هم معلم زبان بودن، زبانها گذرونده بودن. خب اینجا این که به درد امریکا هیچ گلوم نمیخورده. خب من که همینطور، من که اصلا، ولی حداقل اون خیلی خوب بود براش و تونست از همون طریق بره ارلی چایلدهود بخونه چون زبانش اوکی بود و تونست مدرک ارلی چایلدهود رو بگیره. الان هم فکر میکنم تو پری اسکول یا یه همچین جایی مربیه، یه معلمه. برایشون بد نشد، ولی زمانی که من اومدم هیچی از اون کردیت هایی که گذرونده بودم، واحدهایی که پس کرده بودم، هیچ کدوم رو قبول نکردم و گفتم باید از اول شروع بکنم. خب زبانم بود، برای خودم بگم کالج اینجا چند ترم زبان گذروندم و بارگرسکول رفتم، مدرکش رو گرفتم و یه بارگرشاپ داشتم تا همین سال گذشته که الان تصمیم به رفتن ایران دارم. دارم خودم رو بقولم میتکنم که برم اونجا، نمیدم تصمیم درست یا نه، ولی حالا به من بگید که بچه ها رو گفتید هفته چند دفعه میبینید؟ 2 روز، 3 شنبه و 4 شنبه پیش من و بقیه خب هفته رو با مادرشون هستم. بله.
اگر وقت مدرسه باشه سه شنبه چهار شنبه که وسط هفته است. اون روزا من کار نمی کنم دیگه، اون دو روزا دیگه سه شنبه معمولا زور از مدرسه پیکاپشون می کنم دیگه، با من چهار شنبه میذارمشون مدرسه بازم پیکاپ میکنم دیگه، شب پیش من هم دیگه پنج شنبه که میذارم مدرسه دیگه پیش مادرشون هم تا هفته بعد همین اسکیجول. خب چقدر همسر سابقتون و بچه ها از این قراری که دارید خوشحال و راضی هن؟ ببین حقیقتا هنوز درست حسابی با همسر سابق هم مشورت نکردم و راجع به سفرتون نمی نه سب کنید یه ذره چلو نپرید آخه، من الان میخوام شرایط رو ببینم، میگم چقدر بچه ها از قراری که شما و همسرتون گذاشتید در جهت سه شنبه و چهار شنبه و دیدار موافقن، راضی هم، فکر میکنن خوبه، یا همسر سابقتون یا بچه ها مسئله باش دارن؟ نه اوکی بود و پیش هر بود، حالا اینم خدمتتون عرض بکنم هر زمانی هم که هر کدوم اپایمنت چیزی داشتم، حالا مثلا خارج از اون روزایی که پیش من بود، من این تایم رو براشون میذاشتم، چیزی نه، فقط دو شب میومدن خونه من میخوابیدن و بقیه روزا هم ممکن بود برن مدرسه، یه کاری پیش میومد، یه خرید، یا مادرشون بیزی میشد، من اینجوری هم فکر میکردم. ولی خب ولی سه سال میگذره جام دکتر و این آگه نه صبر کن مرد اینقدر این خب باشو برو ایران آگه داره صبر کن به من آه. بگو که از خانواده تو و خانواده همسرت کسی اینجا هست یا نه؟ خانواده در جایی؟ من که خانواده هم نه ایران هم و خانواده جایی هم که آریزونا زندگی میکنیم، جایی که هستیم فقط خانواده عمو و عمش اینجا هم دیگه کسی نزدیک آنچنان نداره، کازینای بابام شاید باشن ولی خب ارتباط آنچنانی نیست. نه تو فینیکسی؟ توسان جا جایی؟ فینیکس هستی؟ ما یه بارم شما رو ملاقات کردیم اون موقع با همسر سابقم اومدیم که میگم سعادت داشتیم هم حضوراً و هم تلفنم با شما صحبت بکنم. اوکی حالا به من بفرمایید که فرض کنید شما به بچه ها این خبر رو بدید که من میخوام برم ایران و اوضاع ایران رو ارزیابی کنم ببینم چه خبره، و البته شما بعدا آزادید ببخشید که بخواید بیاد یا نیاد، یعنی من با رفتنم شما رو نمیخوام بعدا مجبور کنم یا چنین و چنان، یا حتی میتونید بگید که چون ما اینجا جدا شدیم به هر حال نه من نه مادرت برای این کار نمیتونیم تصمیم گیریم، باید فعلا همین جا باشیم. فکر میکنید نظر همسر سابقتون و بچه ها چه خواهد بود درباره رفتن شما فعلا به صورت موقتی به ایران که ببینید چه کار میتونید بکنید یا نه، میخواید بمونید یا نه؟ والا حقیقتا بچه ها رو که میدونم ناراحت میشن چون خیلی این تایم باشون میگذرون، حداقل اون دو روزی که پیش من همه جوری من دیگه در اختیارشونم، اینجوری بگم میدونم اونا ناراحت میشن، ولی خب همسر سابقم هم فکر نمی کنم با حالش هیچ فرقی بکنه. حالا شما مطمئن هستم بهتره براش، اینم بگم خب بالاخره از یه نازی من تیکر میکنم. اوکی خب همینجور بذارید یه سوال بکنم، اگر حقوق شما 100 دلاره درآمد همسرتون چقدره؟ ایشون هم مثلا 60-70 یه چیزی. پس شما درآمدتون هنوز بیشتر از ایشونه درسته؟ بله. آیا شما اسپاوزل سپورت و چایلد سپورت به ایشون میدید؟ اوکیه اونا تا الان که سه سال میگذره همیشه آن تایم بوده. بله نه با اون پول اون سه تا میتونن نسبتا مثل شما تا حدودی راحت زندگی کنن؟ نه از اون لحاظ که میگم اوکی هم، ولی خب شرایط اونجا رو با حالتی که برای خودم به وجود اومده حالا نمیدونم شما توصیه میکنید به من، و خودم نظرم این بود که موقتا برم یه چند ماهی رو و اگر تونستم که میمونم و اگر نه که بر میگردم، ولی خب دوست داشتم مثلا ببینم برای بچه هم ممکنه. خب شما بچه هم که اگر همسرتون نخواد نمیتونید ببرید چون شما در اینجا جدا شدید، بنابراین ایشون میتونن بچه ها رو اینجا پلو خودشون نگه دارن، یعنی ما از این بابت به مقدار زیادی قوانین در جایی که زن شوهر جدا شدن حتی در یه شهر به شهر دیگه و یا ایالت به ایالت دیگر موافقت نمی کنن، برای که میگن به هر حال جدا شدید بهتره اینجا بمونه. شما نمیدونم توی مدتی که در امریکا بودید
نزدیک 14 سال همه رو همینجا در آریزونا بودید یا نه، ولی به هر حال اون مسئله فعلا بحث بچه ها نیست. من الان فقط میزان رضایت و خوشحالی یا ناراحتیشون رو میخوام که نمیدونم کدامه. چون تلفنتون قطع شد بگذارید ما بریم پیام‌ها رو بشنویم. فرود خانم اگر آمدن ایشون رو بیارید، اگر نه به من خبر بدید که نتونستن تماس بگیرن، که تعجب میکنم مگر اینکه خطی نداشته باشیم، 6 خط ما پر باشه که بعداً با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم. اگرم آمدن که به من بفرمایید ایشون آمدن بتونیم گفتگومون رو ادامه بدیم. شنگ رجوان بعد از چند پیام.